صرف دو فعل مهم دیگر رو دوستان میبینید. savoir به معنی دانستن، savoir به معنی دانستن و connaître به معنی شناختن. دقیق بفرمایید، connaître ببینید ا و ای به صورت ا تلفظ میشه، connaître، و چون ار به دنبال حرف ت هست به صورت خ باید تلفظ میشه، connaître به معنی شناختن. خب با هم دیگه دوستان توجه میکنیم به نحوه صرف این افعال. اول savoir رو صرف میکنیم، je sais، یعنی اصلا قسمت voir رو به طور کامل حذف میکنیم برای سه شخص اول. je sais، tu sais، il sait یا elle sait. اما برای سه شخص دوم از و هم که در اصل فعل هست استفاده میکنیم برای صرف فعل، یعنی میگیم nous savons vous savez ils savent یا elles savent. nous savons ما میدانیم، vous savez شما میدانید، ils savent آنها میدانند و elles savent. خب پس یک بار دیگه، je sais، tu sais، il sait یا elle sait، nous savons، vous savez، ils savent یا elles savent. به معنی من میدانم، تو میدانی، او میداند، ما میدانیم، شما میدانید و آنها میدانند. اما میریم سراغ فعل connaître. خب باز دوستان ببینید قسمت آخر فعل رو کامل حذف میکنیم، یعنی فقط تا کنه رو در نظر بگیریم و این قسمت در واقع قسمتی هست که ما استفاده میکنیم برای سه شخص اول، یعنی je connais، tu connais، il connais، elle connais. باز ببینید که در هر دو این فعل هاست je و tu به s ختم میشن اما il و elle به t ختم میشن. پس یک بار دیگه، je connais یعنی من میشناسم، tu connais تو میشناسی، il connais او میشناسد یا elle connais میشناسد، nous connaissons. باز ببینید اگه بخوایم از همون connais استفاده کنیم و on رو که علامت در واقع مربوط به ما هست رو اضافه کنیم میشه nous connaissons، که واقعا سخته، اما اینجا دوبل اس اضافه میکنیم که به صورت سه تلفظ میشه و باعث رب... دوستای عزیزم، علی کیانپور هستم، مسلط به 10 زبان خارجه. از همه شما دوستای گلم دعوت میکنم که به کانال تلگرام من وارد بشید،